و حمله به پادگان تفنگداران دریایی آمریکا که 200 خورده این نفر را کشت در بیروت رو دارن میگن. در چند سال پیش میگه 5 میلیون دلار جایزه برای کشته شدن ایشون بود. اون موقع روز سه شنبه یعنی دیروز رئیس دفتر سیاسی یا رهبر سیاسی حماس اسماعیل هنیه در حمله در تهران کشته شد در ایران. او رهبر سیاسی حماس بود از سال 2017 یعنی 1396. اسرائیل حق داره که رهبران و مغزهای متفکر تروریسم رو این هدف قرار بده. سازمانهایی که هدفشون حمله کردن به کشور اسرائیل بوده، کشور یهودی بوده، در هر جا و هر زمان. زمان پایان این مسخره بازی که جهان با داره شاهد هست می‌بینه در برابر حزب الله و حماس و ایران. اینا هر سه تاشون یکی هستن. بنابراین من یک طرح قانونی رو، یک قطعنامه‌ای رو ارائه میدم، یک قطعنامه سنای رو ارائه میدم یا ارائه دادم امروز یا ارائه میدم امروز که میگه هر گونه تنش‌زایی توسط حزب الله علیه اسرائیل که به یک رویارویی و درگیری عمده منجر بشه باید به عنوان یک حمله‌ای که از سوی ایران اجرا شده و تحریزی شده تلقی بشه. در زمان بحران موشکی کوبا، رئیس جمهوری کندی اون موقع گفت هر حمله‌ای که از کوبا علیه ایالات متحده انجام بشه معادل و مساوی با حمله‌ای است از شوروی به آمریکا و ما شوروی رو پاسخگو خواهیم کرد در قبال حمله‌ای که از کوبا اتفاق می‌افته. چرا؟ چون کوبا نیابتی شورویه. همون دکترین میتونه در مورد جمهوری اسلامی ایران هم در واقع اعمال بشه. این اهداف چیا میتونن باشن؟ بذارین نشونتون بدم. نه تنها اسرائیل باید ایران رو در برابر هر گونه تنش‌زایی حزب الله پاسخ بکنه، ایالات متحده هم باید این کارو بکنه. فهرست اون اهداف میتونن اون تأسیساتی باشن که در تأمین مالی تروریسم نقش اساسی رو ایفا میکنن، مثل پالایشگاه ها. باید پالایشگاه ها رو شامل بشه. یک خط قرمز روی پالایشگاه‌ها دارن می‌کشن. اگر حزب الله به اسرائیل حمله کنه، امیدوارم اونها یک پالایشگاه کمتر نسبت به اون چیزی که امروز داشتن دارن داشته باشند. اکنون زمان اون رسیده که به جیب، به خزانه آیت الله حمله بزنیم. نفت رگ حیاتی، شریان حیاتی این در نفت و پالایشگاه‌ها، شریان حیاتی این رژیمه و بدون این پالایشگاه‌ها اینا نمیتونن تامین مالی کنن. بنابراین من میخوام این رو در ماه سپتامبر این قطعنامه رو به در واقع تصویب کنم و بعد ببینیم نتیجه سنا چیه. سنا چطور میتونه بفهمه که ایران و حزب الله یکی هستن. بدون ایران حزب الله نه پول داره، نه فناوری داره، نه اسلحه‌ای داره که بخواد علیه اسرائیل جنگ را بندازه. من همین به تازگی گزارش رئیس امنیت ملی رو خوندم، اطلاعات ملی رو خوندم در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. واقعا نگران کننده است و من همه اعضای مجلس نمایندگان و سنا رو تشویق میکنم که اینو بخونن. در مورد پلوتونیوم باقنای تسلیحاتی جمهوری اسلامی بسیار نگران کننده است. توانایی اونها برای غنی سازی در سطح تسلیحاتی که میگه فقط چند هفته بیشتر نیاز ندارن برای این کار، توانایی اونها برای تسلیحاتی کردن اقلامی که الان پیشرفته هستند، اینا همشون نگران کنندن. اکنون وظیفه کنگره است که بتونن صداشون رو برسونن برای واکنش مناسب. امروز من قطعنامه‌ای رو معرفی میکنم، ارائه میکنم که اجازه میده ایالات متحده از نیروی نظامی برای جلوگیری از گریز هسته ایران استفاده کنه. این قطعنامه در صورت تصمیم گیریه، در صورتی که رئیس جمهوری به این نتیجه برسه که ایران دارای اورانیوم غنی شده برای تسلیحات است که میتونه بذاره در کلاهک و استفاده بکنه و ابزارهایی داره که میتونه اونها رو، این تجهیزات هسته‌ای رو علیه اسرائیل یا دیگر همپیمان ایالات متحده استفاده کنه، بتونه حمله نظامی کنه آمریکا به ایران. ایران انقدر به این کارش ادامه میده تا یه نفر بگه دست بردار، جلوشو بگیره. اکنون زمان پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران رسیده.
این ایده ابهام و مبهم بودن دیگه فایده نداره. ما در حالی که داریم فقط در مورد این برنامه صحبت میکنیم، این برنامه هسته‌ای داره بزرگتر و مرگبارتر میشه. بعد از مشاهده اون گزارش شورای امنیت ملی یا در واقع شورای اطلاعات ملی آمریکا، دیگه الان قطعی شده که اگر مسیر تغییر نکنه، ایران میتونه طی هفته ها یا ماه های آینده سلاح هسته‌ای داشته باشه. از نظر من این میتونه تغییر دهنده تعیین کننده نهایی در خاورمیانه باشه. واکنش جهان اینه که هر کسی میخوان خودشون سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما شاهد میگه در جهان ما شاهد رقابت برای دستیابی به سلاح هسته‌ای در جهان و خاورمیانه خواهیم بود و ما شاهد آخر الزمان خواهیم بود. هنیه که مذاکره کننده حماس بود یک میانه‌رو نیست. ما هیچ گونه نازی میانه‌روی نداریم و هیچ گونه حماس میانه‌روی هم نداریم. اون میدونست که مسئولیت این حماس، واقعیت این حماس چیه و من او رو در قبال حمله‌ای که به اسرائیل شد در 15 مهر محکوم میکنم، در واقع مقصر میدونم. چرا در ایران بود؟ در ایران کشته شد. چرا ایران بود؟ برای اینکه رفته بود احترام بذاره، ادای احترام کنه به رئیس جمهوری ایران، یه به اصطلاح میانه رو. در این مراسم این کسانی که اونجا بودن داشتن شعار میدادن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. به جهان میگیم بیدار شو قبل از اینکه دیر شده باشه. اسرائیل اینجا آدم بده نیست. اسلام گروه های رادیکال اسلامی تروریستی هستند که اونها هستند میخوان کشور اسرائیل رو نابود کنن. اونها بد هستند. شیطان نهایی در این جنگ قدرت در خاورمیانه جمهوری اسلامی ایرانه. بنابراین من نظام سیاسی آمریکا رو میخوام به چالش بکشم تا اون چیزی که واقعا هست رو بشه اذعان کنه. اون تحریک کننده ترین رژیم در خاورمیانه ایرانه. اونها بزرگترین حامی تروریسم هستن. اونها میخوان سلاح هسته‌ای درست کنن، نه برنامه هسته‌ای در واقع صلح‌آمیز، و میخوان به اسرائیل و در نهایت به ما حمله کنن. اکنون زمان رسیده که اونها رو پاسخ کنیم برای نیابتی‌هاشون و کاری کنیم که اونها در واقع هزینه بپردازن برای اون شرایطی که در خاورمیانه ایجاد کردن. اون 12 کودکی که در اون میدان زمین بازی در کشته شدن در اسرائیل، اونا با موشک ایرانی کشته شدن. حزب الله فقط عامل اون حمله بود. حمله 7 اکتبر یعنی 15 مهر که 1200 یهودی رو کشت توسط ایران سازمان دهی شده. بنابراین اسرائیلی ها، بهتون بگم، اگه ایران به شما حمله کرد، سخت بهشون حمله کنید، بهشون ضربه بزنید و ایران رو روی لیست فهرست تارگت هاتون، اهدافتون قرار بدین. پرسش میکنن شما در مورد، متاسفانه صدای خبرنگار شنیده نمیشه، ولی در مورد گروگان ها دارن صحبت میکنن. یه تأثیر این قضیه برای گروگان ها. به شدت نگرانم. من این رو هم درک میکنم، اما این رو هم درک میکنم که اسرائیل داره سعی میکنه چه کار کنه. داره سعی میکنه جلوی حملات بیشتر به کشور یهودی یعنی اسرائیل رو بگیره. و من باور دارم بهترین راه برای آزاد کردن گروگان ها اینه که هزینه این کار رو انقدر برای جمهوری اسلامی بالا ببریم که روند کارشون، مسیر کارشون عوض کنن. اونها گفتن، یعنی اسرائیل گفته که ما هر زمان، اونا میتونن هر زمانی که میخوان و در هر جایی که میخوان، گفته بودن که از عوامل و طراحان 7 اکتبر، حمله 7 اکتبر انتقام میگیرن و اونا دارن این کارشون انجام میدن. من هنوزم دلم میخواد کاری شاهد باشم، اینم تمام تلاش اتفاق میفته و میخوام که گروگان ها آزاد بشن. اما اون چیزی که من میبینم، این باید سیاست به نحوی تغییر کنی که برای که مفید باشه. پرسش بعدی، حدود یک هفته پیش وزیر امور خارجه بلینکن گفت جمهوری اسلامی آیا این طرح قانونی کافیه؟ یه همچین شرایطی کافیه که اون چیزی که من دارم انجام میدم در این که مجوز بدیم به رئیس جمهوری آمریکا، اینه که به رئیس جمهوری بگیم کنگره همراهته. اگر شرایط رو به نحوی دیدی شرایطی وجود داره که اون گریز هسته‌ای داره به فوریت اتفاق میفته و تهدید واقعی وجود داره که ایران نه تنها میتونه به توانایی هسته‌ای دست پیدا کنه، بلکه میتونه اون رو انجام بده، بله، این کار رو از این استفاده کنه. آی بلینکن حرف درست رو میزنه. یک گزارش غیر طبقه بندی شده است. یه بخش طبقه بندی شده هم وجود داره در مورد تروریست، فعالیت های شریرانه ایران
اون چیزی که من خوندم مطالعه کردم به شدت برام نگران کننده بود و من باور دارم ما در آستانه یک جنگ مناقشه بزرگ برای برنامه هسته ایران هستیم یا سلاح هسته ایران هستیم و اسرائیل در مرکزش هست و ما به زودی به اونجا میرسیم. در فقدان یک خط قرمز از سوی ایالات متحده در قبال پرخاشگری یا تنش‌زایی ایران در زمینه هسته ای ما شاهد اون خواهیم بود. شما فکر میکنید خبرنگار میگه چقدر ما فکر میکنید که چقدر نزدیک ایران به اون گریز هسته ای؟ انقدر نزدیک هست که اون چیزی که دارم میگم رو الان من مطرح بکنم. منظور خطر انقدر بزرگ هست که دارم این رو میگم الان. من فکر میکنم سعودی ها هم حماس رو یک مشکل میبینند، نه یک راه حل. من فکر نمیکنم کسی در ریاض برای مرگ هیچ رهبر حماس الان اشک بخواد بریزه. حزب الله یک نیروی ویرانگر بوده، نیروی مختل کننده بوده، حوثی ها هم همینطور. من فکر میکنم حقیقت اینه که در عربستان سعودی همه با هم موافقن که همه این سازمان ها در یک چیز با هم مشترکن و اون حمایت از سوی ایرانی هاست و بنابراین هر گونه تلاش سعودی ها برای عادی سازی با اسرائیل اینه که حماس رو از بین بره تا دیگه نتونن برگردن، چون اگه بهشون اجازه بازگشت داده بشه دیگه واقعا متحول کردن کرانه باختری و غزه دشوار خواهد بود. من فکر میکنم مسئله اصلی برای مردمه، برای مردم غزه اینه که حماس نابود بشه و به انزوا رونده بشه تا جهان بتونه وارد بشه و بتونه جامعه‌ای رو بسازه در فلسطین، فلسطینی ها که در واقع با تروریسم هم نام و همراه نباشه. من فکر می‌کنم این چیزی که باید احتیاج انجام بشه. چه انتظاری داریم از سوی فکر کنم گفتن کویت و دیگران؟ من فکر کنم یک صدای یکسانی همراه باشه مبنی بر این که حزب الله و ایران یکی هستن و جمهوری اسلامی یکی هستن و من فکر کنم که در آمریکا هم صداهای یک صدایی رو بشنویم که بگن اینطوره. توانایی ایران برای تولید درآمد، تولید منابع مالی برای تروریست‌ها در واقع از طریق تولید منابع مالیه. اونا این کار رو اینقدر ادامه میدن تا هزینه اون، تا زمانی که هزینه اینقدر بالا بره که نتونن کار بکنن. اونا دارن محاسبه میکنن چون اونا باور دارن که اگر باور داشته باشن که اسرائیل، غرب و کشورهای دیگه تولید نفت اونها رو به خطر میندازن، اون وقت متوقف میشن. بنابراین من دارم از اسرائیل میخوام مطمئن بشن زمانی که به حزب الله یا حماس پاسخ میدید، برید در واقع به منبع و منشأ و سرچشمه مشکل، یعنی جمهوری اسلامی ایران. فکر کنم سوالی در مورد ونزوئلا، در مورد رهبر مخالفان ونزوئلا بود. آیا دولت بایدن رو میخواین که میگم بله، من فکر میکنم که انتخابات مادورو میگه یک هر بذاریم با یه بحران، با هر بحران در زمان خودش مقابله کنیم، ولی یکی یکی یا به نوبت، ولی بله من فکر میکنم که انتخابات مادورو مخدوش بود. آیا با دولت بایدن هم در این مورد صحبت کردین؟ بله من با دولت بایدن در این مورد صحبت کردم، در مورد ضرورت تغییر. من نمیتونم بگم که ما توافق کامل داریم در این زمینه، ولی میتونیم بگیم این درک وجود داره که اقدامات شریران ایران باید به پایان برسه و اونا دارن در واقع هر کاری که دلشون میخواد انجام میدن و باید اونها رو بیشتر و نه کمتر پاسخگو کرد. و این ایده که یک واکنش بزرگ توسط حزب الله علیه اسرائیل چگونه خواهد بود، ما باید این دینامیک رو تغییر بدیم. باید به ایران بفهمونیم که تو نمیتونی از نیابتی‌ها در لبنان استفاده کنی ولی خودت از واکنش و انتقام مصون بمونی. من فکر می‌کنم بسیاری از همتایان و همراهان جمهوری خواه من همراه من هستن، امیدوارم دموکرات‌ها هم باشن و من فکر می‌کنم اگه کار قاطعی انجام ندیم، مصممی انجام ندیم، الان بسیار سریع اوضاع خارج از کنترل خواهد شد. متاسفانه سوال واضح نبود ولی گفتن نه در طرف ما اینطور نخواهد بود.
آیا نیازمند اجازه مجوز کنگرس؟ بعد میگن بله. پاسخ اینه بله. آرتیکل دو یعنی ماده دو برمیگرده میگه بله میشه، ولی من دارم سعی میکنم که کنگره رو همراه بکنم. میگم ما خودمون هستیم، هممون یکی هستیم، اما آیا نیاز هست به استفاده از زور برای اینکه بریم و متوقف بکنیم دستیابی ایران مثلا هستی رو؟ پاسخ من بله هست. همه اعضای کنگره هم باید همین رو بگن، برای اینکه اگر ما اجازه بدیم گریز هسته‌ای توسط ایران اتفاق بیفته و اگر بتونن کار هسته‌ای انجام بدن تا به اسرائیل و دیگران حمله بکنن، مثل اینکه اون جعبه‌ای که تا حالا بسته بود رو باز کنیم، ناگهان اون انبان باز بشه و ببینیم چه میشه. من دارم سعی میکنم کنگره رو هم وارد قضیه کنم. تلاش من برای چیه؟ برای اینکه میخوام کنگره رو وارد کنم تا سیاستهایی رو اعمال بکنه که در ایران شنیده بشه، بفهمن در ایران چه خبره، در خاورمیانه شنیده بشه، انعکاس پیدا کنه. اگر آمریکا در قبال ایران موضع قاطع تری را اتخاذ بکنه، من فکر میکنم که این صلح بیشتر وای میسه. من فکر میکنم که این توافقهای ابراهیم با واکنش جدیتر و قویتر به ایران بهتر پایدارتره. و من فکر میکنم ایده اینه که باید در ایران رو پاسخ کنیم در برابر پاسخگوییشون. و من فکر میکنم که اونها ببینید 12 کودک کشته شدن، داشتن فوتبال بازی میکردن. این باید متوقف بشه. اون موشک ها، اون راکت ها داشت از ایران از ایران اومده بودن. همه پول، همه تسلیحات، همه تجهیزاتی که در حمله به اسرائیل در روز 15 مهر سال پیش استفاده شد از ایران اومده بود. بنابراین من فکر میکنم باید ایران رو پاسخ کنیم برای این قضیه. و از این به بعد باید به مقامات ایران بفهمونیم که اگر اسرائیل تصمیم بگیره به یکی از پالایشگاه‌های شما تصمیم بگیره، چون شما دلیلش این بوده که شما به حزب الله گفتید یک جبهه دیگر رو علیه کشور اسرائیل باز کنه، این حق اسرائیل بوده که این کارو بکنه. من میگم هیچ کس، من دارم عمدن این رو میگم، هیچ کسی رو نگو، من خودم دارم این کارو میکنم عمدن که بتونن اینا برن خونه و با خودشون فکر کنن. همه اعضای کنگره بپرسن از خودشون، آیا باور دارید که حمله به حزب الله یک حمله ایران علیه حزب الله علیه اسرائیل بوده؟ اگر نه چرا؟ اگر بوده آیا فکر نمیکنید که این مستحق مجازات تلافیه؟ من فکر میکنم زمان اون رسیده که این انجام بشه. فکر میکنم این تهدف قرار دادن یکی از رهبران حماس که در ایران در یک مراسم حضور داشت، این داره به من میگه که اسرائیل سیاستش اینه هر جا هر زمان رهبران گروه‌های تروریستی، سازمان‌های تروریستی رو دیدیم، یعنی بعد از من ببریم. و من فکر می‌کنم این سیاست بوده. من فکر می‌کنم رئیس جمهوری اوباما تصمیم درستی گرفت وقتی رفت داخل پاکستان و اسامه بن لادن رو تصمیم گرفت که حذف کنن. این تصمیم سیاسی دشواری بود، این یک دستاورد نظامی بزرگ بود. من فکر می‌کنم بعد اعتبارش رو به ایشون داد، برای اینکه این یک نشانه قوی رو می‌فرسته که بهش میگه که میگه هر جا برید اگه به آمریکا آسیب برسونید در امان نخواهید بود. دلیلی که ما رفتیم پاکستان این بود که بن لادن رو از بین ببریم، این بود که او مرگ هزاران آمریکایی رو سازماندهی کرده بود. دلیل این که این مرد در ایران از بین رفت، کشته شد، من نمیدونم کار اسرائیل بوده یا نه، ولی اگه این کار کرد حق داشتن، به حق بوده و درست بوده. پرسش خبرنگار صحبت از نگرانی‌های شدید می‌کنند در مورد تشدید وضعیت و آیا رای هست به جای زورآزمایی با ایران یا مشتاهنی برابر ایران؟ من دارم میگم اون چیزی که شما میگید عمل نکرده، کارا نبوده، خاورمیانه در آتشه. چقدر دیگه باید این پول‌ها وارد بشه؟ ما الان می‌بینیم تولیداشون از 300 هزار بشکه در روز به بیش از 1 میلیون رسیده. پولی که اونا از راه فروش بیشتر نفت به دست آوردن داره میره ماشین جنگی رو از بین میبره، نه اینکه در واقع تقویت میکنه، تامین مالی میکنه، نه اینکه بیمارستان بسازن، پل بسازن، جاده بسازن. من میگم اون پولا رو به جلوشو گرفت که میره به ایران. مدلی که ما علیه القاعده اعمال کردیم، رفتیم پیگیری کردیم، این همون مدلیه که اسرائیل داره استفاده میکنه. به نظر من این تنها مدل، تنها الگوی کاری که میشه عمل کنه، هیچ راه دیگه ای نیست. آیا نمیشه از نفوذ حزب کمونیست چین در منطقه استفاده کنیم؟
من این رو واگذار میکنم به خود چینی ها که میخوان چه کار بکنن، چطور میخوان انجام بدن به چین، به ایران یا نه، به جمهوری اسلامی یا نه. اما دو روز پیش ما یک در واقع قطعنامه دیگر رو آماده کردیم، مطرح کردیم که گفتیم به کمک رئیس جمهوری ترامپ که اگر شما از ایران نفت بخرین خودتون هم در مرز خطر خواهید بود. من فکر می‌کنم چین، هند و دیگر کشورها دارن با خرید ارزان‌تر از قیمت بازار نفت از این کشورها اونها رو تقویت می‌کنن. ما می‌خوایم اونام در واقع بهای این کار رو بپردازن. مشخصه اصلا این تحریم ها کارایی نداشته. ما میخواییم تعرفه روشون بزنیم، یعنی تعرفه تروریسم. ما باید بگیم چی رو میخواین؟ ایران رو میخواین یا اقتصادتون رو؟ یا اگر ایران، اگر طرف ایران رو بگیرین، این کار رو در واقع معامله رو بکنین با ایران، به در واقع زیان خودتون تمام میشه. I don't know. I hope they would see Iran as a state sponsor of terrorism. It needs to be reined in. I hope they would understand that Israel has every right. من فکر می‌کنم که اسرائیل حق داره که هر کاری که لازمه رو در برابر رهبران این یا علیه رهبران این گروه ها انجام بده، اونایی که اومدن و علیه اسرائیل و کشور اسرائیل و یهودیان این کار میکنن. اما من این رو میگم، هیچ چیزی جز این ما رو امن‌تر نخواهد کرد. و تا زمانی که ما اجازه بدیم ایران اینجور برای خودش ترک تازی کنه، اینجور بتازه، ما نمیتونیم کاری بکنیم که نمیتونیم در آمریکا امن باشیم. ما در اون زمان در دولت گذشته ایران رو کاملا مهار کرده بودیم، تحریم ها رو داشتیم، نیروی در واقع هدفمند داشتیم. چه اتفاق افتاد؟ فرق چی الان؟ یک تلاش گسترده اتفاق افتاد برای از بین بردن کشور یهودی، یعنی اسرائیل، تضعیف بکنه وجودش رو و در جهان منزوی بکنه اون رو. و میخواستن یک بدترین حمله از زمان هولوکاست رو در روز 7 اکتبر انجام بده. الان تهدید دیگه ای داریم از سوی ایران. داریم میشنویم که میگن اگر اونها بخوان، ایران داره میگه اگر اونها بخوان این کار بکنن، بهای سنگینی میپردازن اگر رهبران تروریست‌ها رو بکشن. پیام من به آیت الله و رهبران ایران اینه: اگر شما میخواین این کار رو ادامه بدید، اون موقع این کار رو به بهای نابودی خودتون از انجام دادید.